سلام، من سبا نووری هستم. اینجا استدیوی اقتصاد آنلاینه. لایو اینستاگرامی امروز ما به بررسی سیاست‌های پولی بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد که خطر تورم، کسری بودجه، نقدینگی بالا وجود داره اختصاص داره. این موضوع رو با آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاددان بررسی خواهیم کرد. آقای سعدوندی، اگر در لایو ما هستین لطفاً درخواست بدین تا من شما رو اضافه بکنم. سلام، روزتون بخیر. سلام عرض می‌کنم. ممنون از شما که افتخار دادین من امروز دعوت ما رو پذیرفتین. آقای سعدوندی، همونطور که قبل از اینکه شما بیان داشتم گفتم، اقتصاد ما امروز با مشکلات خیلی زیادی داره دست و پنجه نرم می‌کنه. تورم بالا، رشد نقدینگی، خطر کسری بودجه، تحریم‌هایی که درآمدهای ما رو با چالش مواجه کرده. اولین سوال من از شما این هست که اگر میشه یک توضیح راجع به مشکلاتی که سیاست‌گذار پولی ما امروز باش در مواجه هستش و چالش‌هایی که داره و باید برای اونها سیاست‌گذاری مناسب بکنه، لطفاً از اونها یه توضیحی برای ما بفرمایید. عرضم این بود که ما یک روند تاریخی بلند مدت در زمینه در واقع در عرصه تورم و در عرصه اقتصاد کلان به صورت کلی اگر بخوایم در مورد صحبت کنیم داشتیم که از 1352 تا امروز ادامه داشته، یعنی از اوایل دهه 50. قبل از اون اقتصاد ایران کاملا روندها معکوس روندهای امروز بوده، یعنی در دهه 40 شمسی نرخ تورم پایین‌ترین نرخ تورم در دنیا بوده، ما به نرخ‌های تورم حدود 2% و زیر 2% رسیده بودیم در اون زمان و نرخ رشد اقتصادی در دهه 1340 شمسی بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در دنیا بوده. به احتمال زیاد ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی 10 ساله رو در دهه 1340 شمسی در دنیا داشته. ولی از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد، ما دچار یک بیماری شدیم و دچار نفرینی شدیم که تحت عنوان نفرین منابع یا مشخصاً تحت عنوان نفرین نفت شناخته می شود و این اتفاقاً ادبیات گسترده‌ای هم در زمینه این پدیده اقتصادی در دنیا وجود داره. تقریباً قریب به اتفاق کشورهای دنیا درس گرفتن، مطالب روز اقتصاد دنیا رو به کار بستن و امروز شما می بینید که کشور عراق تورمش در حدود بین 0.2% تا منهای 0.2% تا منهای 0.3% تغییر میکنه. یعنی تورم سال پیش کشور عراق بوده حدود 0.2 تا 0.3% و امسال این تورم تبدیل شده به منهای 0.24%. دقت کنید که عراق هم کشور نفتی هست و برای ما درسی است که چرا ما نمیتوانیم که همان تجاربی که عراق داشته ما پیاده کنیم. حتی به باور بنده ما میتوانیم تجاربی بهتر از عراق رو هم در کشورمون پیاده کنیم در زمینه سیاست‌گذاری پولی. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد از 1352 تا کنون، اتفاقی که افتاده این هست که بخشی از درآمد نفت منتقل شده به بانک مرکزی، در ذخایر خارجی بانک مرکزی این درآمدها انباش شده و معادل اون بانک مرکزی اقدام به ایجاد پایه پولی کرده. من توضیح دادم خدمتتون که پایه پولی چیست. پایه پولی در واقع پولی است که بانک‌ها نیاز دارن برای اینکه مبادلات بین خودشون رو انجام بدن. پایه پولی در کجا قرار داره؟ نزد بانک مرکزی است، در بازار بین بانکی. یعنی اگر من امروز به شما چکی رو تقدیم کنم و شما این چک رو به حساب بگذارید، بانک من موظف است که به اندازه اون مبلغ چک، البته این تعریف دقیقی نیست که من دارم خدمتتون عرض میکنم، یک تعریفی که الان برای یک لایو اینستاگرامی میشه مطرح کرد، مگر یک مقدار پیچیدگی داره، به همین سادگی هم نیست، ولی بانک من باید به اندازه مبلغ چک به بانک شما منتقل کنه. این مبلغی که منتقل میشه مجموع این حساب ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی رو ما پایه پولی میدانیم. خب از طرف دیگر دولت هم حسابی داره در بازار بین بانکی که از 1352 تا کنون بانک مرکزی مرتب به این حساب دولت منابع تزریق کرده و موجب شده که پایه پولی افزایش پیدا کنه به بهانه در واقع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت. بخش دیگری از این درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در اقتصاد تزریق شده، یعنی مشخصا صرف تثبیت قیمت ارز شده. وقتی که قیمت ارز رو شما تثبیت میکنید، در واقع موجب میشوید که به کالای خارجی سوپرداخت بشود.
و از کالای داخلی مالیات گرفته بشود. خب ما سعی کردیم چگونه این رو جبران کنیم؟ از طریق افزایش نرخ‌های تعرفه. و یکی از نمودهای کلاسیک و مثال‌های کلاسیک در ادبیات اقتصادی جهان هستیم که چگونه این سیاست‌ها میتونه به شکست بیانجامد. یعنی وضعیتی که ما داشتیم و ونزوئلا و سایر کشورها مثل زیمبابوه و اینها، بالاخره همه یک راه رو طی کردیم. دیر و زود داره، ولی ما متاسفانه ما هم همون مسیر رو داریم الان متاسفانه ادامه میدیم. پس در واقع بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت رو ما در بازار داخل تزریق کردیم و این تزریق ارزی که در بازار داخل انجام شده موجب شده که قیمت ارز کاهش پیدا کنه. از 1352 تا کنون اگر شما خاطرتون باشه بسیاری از افراد در مورد ارز مثلا هفت تومانی صحبت میکنن. این ارز هفت تومانی یک رفاه کوتاه مدتی رو به اقتصاد منتقل میکرده، چون همه کالاها رو ما میتونستیم از خارج تأمین کنیم و از خارج در واقع وارد کنیم. ولی همین که ما در واقع روی کالای خارجی، روی مصرف کالای خارجی سوبسید پرداخت می‌کردیم، موجب شد که یک فرایند صنعت زدایی یا دی اندراستریالیزیشن در اقتصاد اتفاق بیفته که این رو تحت عنوان بیماری هلندی هم می‌شناسیم. بنابراین وضعیت اینطور بوده که در طی این سالها ما یکی از نمودهای بارز تورم مزمن در دنیا بودیم که تا امروز هم ادامه پیدا کرده. این روند تاریخی که سالهای سال ادامه داشته. اما ما بیایم جلوتر ببینیم که در چند سال گذشته چه اتفاقی افتاد. در چند سال گذشته ما اومدیم یک روشی رو امتحان کردیم تحت عنوان سالمسازی نقدینگی. و این هم به این صورت بود که ما سعی کردیم از طریق ایجاد رکود در اقتصاد نرخ تورم رو کاهش بدیم. خب نرخ تورم به طور موقت کاهش پیدا کرد، اما نقدینگی همچنان ادامه داشت. چرا رشد نقدینگی ادامه داشت؟ به دلیل اینکه نقدینگی در اقتصاد به صورت درونزا در داخل نظام بانک‌های تجاری گیره و رشد میکنه. بنابراین شما اگر در اقتصاد رکود به وجود آوردید، اینطور نیست که رشد نقدینگی متوقف بشه. سعی کردیم یک مقدار رشد پایه پولی رو کنترل کنیم. از این طریق فکر میکردیم که رشد نقدینگی هم کنترل میشه. ولی رشد نقدینگی نبود که کنترل شد، بلکه رشد اقتصاد کشور بود که کاهش پیدا کرد. و این روند از سال 1190 شد و تا ابتدای سال 1397 ادامه پیدا کرد. امروز ما در چه جایگاهی قرار داریم و چه چالش هایی سیاستگزار باهاش مواجه هستن امروز ابتدای سال 99 و تا انتهای سال؟ بله، خب ببینید، مسئله که ما داشتیم عرایزم به اینجا رسیده بود، اگر که حالا اون عرایز گذشته که یک مقدار وقت افتاد ببینیم میشه متصلش کنیم به این یا نه، ولی من الان متمرکز میشم روی در واقع سال 99. و پیش از اون فقط این رو بدونیم که از سال 92 تا سال 97 ما یک انباشت شدید نقدینگی داشتیم که در حساب‌های شبه پول بانک‌ها یا حساب‌های خزینه‌زای بانک‌ها این منابع در واقع انباشت شده بود و همین مسئله باعث شد که متاسفانه ناگهان این فنر تورمی آزاد بشه. و وقتی که فنر تورمی آزاد شد، اول در بخش ارز نمود خودش رو داشت، بعد وارد بخش مسکن شد، یا بخش مسکن قبل از بخش ارز هم در واقع افزایش قیمت‌ها شروع شده بود ولی ادامه پیدا کرد. یعنی افزایش قیمت ارز موقتی بود تا 18 تومن رفت، بعد برگشت، بعد به یک ثباتی تقریبا در بازارها رسید. این موج نقدینگی روندی که در واقع مهاجرت از شبه پول به سمت پول شکل گرفت. منظور ما از شبه پول حساب‌هایی هست که در بانک‌ها شما در واقع پول رو به صورت بلند مدت ذخیره می‌کنید و از سودی دریافت می‌کنید. این رو ما شبه پول می‌نامیم و منظور ما از پول در واقع پول فیزیکی یعنی اسکناس و مسکوک هست و حساب‌های جاری افراد نزد بانک‌های تجاری. این رو ما این قسمت رو پول می‌نامیم. وقتی که شبه پول به پول تبدیل میشه، یعنی افراد دارن نیاز دارن به مبادله، یعنی مبادلات افراد داره افزایش پیدا میکنه و این مبادلات، یعنی این در واقع انتقال شبه پول به پول از در واقع انتهای ماه بهار سال 1397 آغاز شد. در تمام سال 98 هم ادامه داشت، به طوری که مقدار شبه پول ما که در 89 درصد بود در ابتدای سال 97، در انتهای سال 98 بر اساس آخرین آمارها که
تا در واقع دی سال 98 باشه حدود 84% ما شپ پول داریم و حدود در واقع 16% پول، یعنی ترکیب نقدینگی 84% شپ پول هست، 16% پول هست. در این مدت رشد نقدینگی هم داشتیم. این تا نیمه سال 98 بود، ولی از نیمه دوم، یعنی نیمه اول سال 98 بود، ولی از نیمه دوم سال 98 متأسفانه روندها تغییر کرده. چه تغییری کرده؟ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی هر دو افزایش پیدا کرد. یعنی مثلا رشد پایه پولی ما براش نقدینگی ما که حدودا نرخ در واقع رشدشون یه چیزی بین 25 تا 28 درصد بود یا 22 تا 28 درصد بود، رفت بالای این سقف 28 درصدی. و آخرین آماری که ما داریم، برخی از آمارها حکایت از این داره که نرخ رشد نقدینگی به حدود 32 درصد رسیده است. پس دقیق بفرمایید، هم نسبت پول در نقدینگی رشد کرد و هم خود نقدینگی، یعنی هم نقدینگی رشد داشت هم نسبت پول در نقدینگی. من با اجازهتون اینو تنظیم کنم. بله خب، و این باعث شد که اگر ما فقط رشد پول رو در نظر بگیریم، رشد پول حدود 50% به 50% هم رشد نقطه به نقطه پول رسیده. وقتی که شما رشد پول دارید، میتونید این رو متناظر با تورم فعلی بدونید، و وقتی که رشد شپ پول دارید، اینو میتونید متناظر با تورم آینده بدانید. یعنی در سالهای 92 تا 97 هم که نقدینگی رشد میکرد ولی پول آنچنان رشد نمیکرد، یا حتی رشد پول در برخی از ماها منفی شده بود و شپ پول رشد میکرد، نرخ رشد شپ پول بالاتر از نرخ رشد پول بود، در اون زمان ما تورم جاریمون کاهش پیدا میکرد ولی تورم های آینده افزایش پیدا میکرد. الان روند معکوس هست، نرخ رشد پول ما در یک چیز حدود 50 درصد هست و این مسئله الان معضل تورم، معضل تبدیل به نظر من تبدیل شده به معضل اول کشور. خب این یک بخش قضیه بود. از بهمن 1397 با مشکل کرونا هم مواجه شدیم و به دنبال راهکاری میگشتیم که این مشکل کرونا رو حالا چگونه ما این مشکل کرونا رو حل کنیم. چرا این الان برای ما یک دیلما هست، یک چیستان هست، یک مشکل اساسی هست؟ به خاطر اینکه سایر کشورهای دنیا به سادگی از طریق سیاست‌های پولی انبساطی اقدام به رفع مشکل، اقدام به مبارزه با معضل کرونا کردن. به چه صورت؟ یعنی پای پولی به وجود آوردن و سعی میکنن نقدینگی رو افزایش بدهن و این افزایش نقدینگی لاجرم به چه خواهد انجامید؟ لاجرم به رشد اقتصادی خواهد انجامید. ولی در کشور ما چنین نخواهد شد. چه تفاوتی بین ایران و سوئیس و ژاپن و آمریکا و آلمان هست؟ در اون کشورهای دومی که من نام بردم، سری دوم کشورها، انتظارات تورمی وجود ندارد. در کشوری که انتظارات تورمی وجود ندارد، شما می توانید از سیاست گذاری پولی استفاده کنید، از چاپ پول استفاده کنید، از تزریق پول استفاده کنید، از استقراض دولت از بانک مرکزی استفاده کنید و به رشد اقتصادی بازگردید. یعنی پولی که تزریق میشه صرف در واقع رشد اقتصادی خواهد شد، صرف رشد تولید خواهد شد. اما ما در سالی که بنا داریم جهش تولید داشته باشیم، اگر بخواهیم از طریق تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی یا از طریق تزریق پایه پولی اقدام به ایجاد رشد اقتصادی بکنیم، اتفاقا نه فقط چنین اتفاقی، نه فقط چنین در واقع نتیجه رو نخواهیم داشت و نخواهیم دید، بلکه اون تزریق نقدینگی تبدیل به تورم خواهد شد. چرا؟ چون که انتظارات تورمی در کشور ما بالاست. وقتی پول جدیدی دست افراد میاد، این پول رو به راحتی میتونن به نحوی مصرف کنن که قیمتها بیش از گذشته افزایش پیدا کنه. بنابراین به نظر بنده راه گسترش پولی و راه سیاست گذاری پولی انبساطی یک بنبست است که اگر کشور خدای نکرده وارد اون بنبست بشود، که به نظر میرسد کشور هم اکنون داره وارد اون بنبست میشه، ما متاسفانه به شرایط خیلی بغرنجی دچار خواهیم شد. یعنی رشد اقتصادیمون رو که نخواهیم داشت، چی؟ تورم خواهیم داشت و خود تورم یک عامل ضد تولید هست. چرا؟ برای اینکه در شرایط تورمی نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا میکنه. به محض اینکه شما نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کرد و شما در واقع متوجه شدید که ریسک های اقتصاد بالا هست، اقدام به سرمایه گذاری نخواهید کرد. همه انسان ها همینطور هستند. در شرایط نااطمینانی سطح سرمایه گذاری در همه اقتصادهای دنیا کاهش پیدا میکنه و در شرایط در کشور ما هم کاهش پیدا خواهد کرد.
من پس تا اینجا راه پیش روی متوقف میکنم در خدمت شما هستم. بله، راه پیش روی سیاست گذار رو الان شما گفتین سیاست انبساطی که همه جا جواب میده برای ما قابل اجرا نیست چون تبعاتی داره. پس راه پیش روی سیاست گذار چی هستش برای مدیریت این موضوع؟ بله، البته من نگفتم، عرض من این نبود که سیاست انبساطی در کشور ما عمل نمی کند. صحبت دقیق بنده این بود که سیاست انبساطی پولی در کشور ما عمل نمی کند. ولی ما لاجرم نیاز داریم که سیاست های انبساطی دیگری در پیش بگیریم که اتفاقا می تواند بسیار مثمر ثمر باشد. منتها مردم ما، کارشناسان ما، سیاستگزاران اقتصادی ما و سران کشور با این نوع سیاست هایی که من خدمتتون عرض می کنم آشنایی ندارند. ما در کشورمون از این سیاست ها استفاده نکردیم. اون سیاست ها تحت عنوان سیاست های انبساطی بودجه‌ای شناخته میشه، سیاست های انبساطی مالی شناخته میشه. این در یک تقابلی در قرار میگیره با سیاست انبساطی پولی. به چه نه؟ در سیاست انبساطی بودجه‌ای دولت سعی میکنه که بودجه رو افزایش بده، یعنی در واقع کسری بودجه افزایش پیدا میکنه. اما این کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین میشه. خب در این سیاست ها نرخ مالیات کاهش پیدا میکنه. سعی میکنیم که در واقع حداقل این هست که سعی نمیشود که بخش بیشتری از تولید ناخالص ملی که در حال سقوط هست رو از طریق مالیات دولت دریافت کنه. این یک راه بنبست دیگری است که ما پیش رو داریم. الان کشور ما تقسیم شدن بین دو جناح و دو گروه که هر دو به دو بنبست رهنمون میکنن اقتصاد رو. یک سری افراد معتقدن که تزریق پای پولی در بازار بین بانکی هیچ تأثیر منفی بر اقتصاد باقی نمیگذارد و تورم به دلایل دیگری به وجود میاد. حالا من نمیدونم واقعا اون دلایل، یعنی توصیف این دوستان از تورم چیست، ولی خب بالاخره اینجور مسائلی مطرح میشه در اقتصاد ایران که تورم به دلایل دیگری به جز تزریق پای پولی به وجود میاد. البته تورم به دلیل رشد نقدینگی به وجود میاد و رشد نقدینگی هم مشخصا به دلیل این هست که بانک‌های تجاری اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند یا اقدام به پرداخت سود موهومی می‌کنند. ولی این در واقع خط مقدم هست. در پشت سر باید پای پولی ایجاد بشود که بانک‌ها بتوانند در نهایت اگر تسهیلاتی می‌دهند، بانک‌ها بتوانند در بازار بین بانکی اقدام به تسویه بکنند. بنابراین اینها لازم و ملزوم همدیگر هستند. خب برخی از افراد جناح‌های اقتصادی، کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که ما مثل کشورهای غربی بریم به سمت اینکه تزریق پای پولی داشته باشیم. برخی دیگر همین تزریق پای پولی رو به یک نحو دیگری دارن مطرح می‌کنند. یعنی مثلا عنوان می‌کنند که نظام بانکی وام بدهد، اما این وام از کجا تأمین شود؟ مثلا سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی رو کاهش بدهند. این هم همون در واقع دوال تزریق پای پولی هست و تفاوت چندانی نخواهد داشت و متاسفانه این سیاست ها به تورم خواهد انجامید. نمونه دیگرش این هست که نظام بانکی کشور اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها میکنه تحت عنوان مبارزه با تورم. بله، تحت عنوان، پس من همینجا خدمت رو عرض میکنم، تحت عنوان مبارزه با تورم نرخ در واقع سود سپرده ها رو کاهش دادن. البته بخشی از این نرخ سود سپرده ها اگر کاهش پیدا میکرد مشکلی ایجاد نمیکرد و اون هم نرخ سود سپرده ها بر روی سپرده های کوتاه مدت است. چرا؟ برای اینکه افراد از سپرده های کوتاه مدتشون به عنوان حساب جاری استفاده می کنند، از حساب های کوتاه مدتشون در مبادلات مالی استفاده می کنند. بنابراین اگر اون بخش از سود سپرده رو حتی به صفر هم می رسوندن مشکلی ایجاد نمی کرد. اما مشکل اساسی اونجاست که اگر شما نرخ سود شبه پول یا نرخ سود سپرده های بلند مدت رو کاهش دادید، موجب می شوید که در واقع مهاجرت شبه پول به سمت پول تبدیل بشه به هجوم شبه پول به پول و هجوم شبه پول به پول تبدیل به حرکت‌های سوداگرایانه خواهد شد که در بازارهای طلا، ارز، بورس، مسکن در نهایت نمود خواهد داشت. بنابراین این سیاست هم سیاست مخربی بود که اخیراً در پیش گرفته شده. سیاست آخری که اقتصاددانان کشور، جناح دیگر اقتصاددانان کشور در پیش گرفتن و توصیه می‌کنند این هست که اقدام به اصلاحات مالیاتی در جهت تأمین کسری بودجه کنیم. در حال فرمان اون قسمت اولش مشکلی نداره، کاملا درست است. یعنی اگر ما اصلاحات مالیاتی، واقعا کشور ما نیاز به اصلاحات مالیاتی داره، دستگاه مالیاتی ما بشه، اینها باید بره. بله،
اینها باید بروز بشه، در واقع سیاست‌های مالیاتی و قوانین مالیاتی باید بروز بشه. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم اگر این سیاست‌ها بروز شد بلافاصله نتیجه بگیریم و بتوانیم کسری بودجه خودمون رو پوشش بدیم، این یک امید واهی است. و اتفاقا اگر بنا داشته باشیم در واقع سیاست گسترش مالیاتی رو در شرایط رکودی در پیش بگیریم، این سیاستی است که تحت عنوان سیاست‌های پروسیکلیکال شناخته میشه. یعنی چه سیاست پروسیکلیکال؟ یعنی سیاست همراه چرخه‌ای. یعنی چه؟ منظور ما از چرخه چیست؟ منظور ما از چرخه رکود و رونق در اقتصاد است. چنین سیاست‌هایی وقتی که رکود در اقتصاد وجود داره، اون رکود رو تشویق می‌کنه و اون رکود رو تشدید می‌کنه، و وقتی که رونق در اقتصاد وجود داره، حالا رونق رو در واقع تشدید خواهد کرد. الان ما در شرایط رکودی قرار داریم. اگر ما بریم به سمت بست پایه مالیاتی یا بریم به سمت در واقع افزایش نرخ‌های مالیاتی، این سیاست سیاستی است که اقتصاد رو خفه خواهد کرد و به نتیجه هم نخواهد رسید. هیچ کشور دنیا موفق نبوده در شرایط رکودی درآمدهای مالیاتی خودشون نسبت به تولید ناخالص ملی افزایش بده. پس این یک اینکه پایه‌های مالیاتی جدید بخوان ایجاد بکنن چی؟ بله، حالا اون هم در دراز مدت اینها سیاست‌های خیلی مثبتی هست و نتیجه خواهد داد، ولی در کوتاه مدت این سیاست‌ها اصلا جواب نمیده. اولا شما در یک سال و دو سال نمیتونید به نتیجه برسید انقلاب مالیاتی به وجود بیارید. کشوری که اصلا PIT نداشته، PIT منظورم مالیات بر مجموع درآمد هست، Personal Income Tax، یا کشوری که اصلا همون بخش زیر بخش های PIT رو هم نداشته، یعنی مثلا Capital Gain Tax هم نداشته، یا مالیات بر عایدی سرمایه نداشته، مالیات بر زمین نداشته، مالیات بر خونه های خالی نداشته، مالیات بر مستقلات به اون صورت نداشته. حالا یه ناگهان شما میخواید ساعت همون اینا رو با هم دیگه ایجاد کنید. اینه که فقط زمانی که به بحران میخورن یادشون میفته که باید یعنی این بله شما از زبان بنده گفتید، یعنی واقعا همینطوره. چرا سالهای پیش به فکر نیفتادیم؟ چرا وقتی که الان وارد بحران میشیم، همین الان که نباید ما روی مالیات تاکید کنیم، روی اصلاح مالیاتی باید تاکید بشه، ولی روی اینکه کسری بودجه از مالیات تامین بشه مطلقا نباید ما به اون سمت بریم. و متاسفانه الان در واقع فیل ما یاد هندوستان کرده. و اما مسئله دیگری که اتفاق افتاده و بخش دیگری از سیاستگزاران اقتصادی کشور تاکیدشون بر سیاست‌های انقباضی و سیاست‌های ریاضتی است. این سیاست‌ها سیاست‌های محکوم هست. این سیاست‌ها سیاست‌هایی است که عمیقاً و شدیداً شکست خورده در دنیا. به جز کشور ما بعید می‌دونم کشور دیگری در شرایط رکودی، در زمان بحران کرونا و بحران در واقع همزمان کرونا و تورم بره به سمت سیاست‌های ریاضتی، چون این باعث خواهد شد. این سیاست ریاضتی هم یک سیاست پروسیکلیکال هست، یعنی سیاستی هست که رکود رو تشدید خواهد کرد. چند مثال از این سیاست بزنید که الان به دنبالش؟ بله کاملا. الان مثالی که در سال‌های گذشته ما داشتیم، از سال 93-94 که دولت تدبیر و امید روی کار اومد، سیاستگزاران اقتصادی دولت تدبیر و امید و مشاوران اقتصادی دولت تدبیر و امید به شدت روی مسئله تاکید داشتن که شما باید کسری بودجه رو کاهش بدید. و روشی که دولت در پیش گرفت برای کاهش کسری بودجه این بود که بودجه عمرانی رو کاهش داد. الان توصیه این است که نه فقط بودجه عمرانی به صفر برسد، برخی البته توصیه برخی بود قبل از بحران کرونا، نه فقط در واقع بودجه عمرانی به صفر برسد، بلکه بخشی از بودجه جاری رو هم در واقع کنسل کنند و متوقف کنند و مثلا حقوق کارمندان رو کاهش بدند یا به حد کافی افزایش ندهند. البته اون چیزی که در عمل تطبیق شد عکس این بود و اتفاقا اون سیاست هم سیاست تورم‌زا بود، یعنی رفتیم به این سمت که بی در و پیکر مثلا پایه‌های حقوقی افراد رو افزایش بدیم، درآمد در واقع درآمد کارکنان دولت یه چیز حدود 30 و چند درصد به طور متوسط افزایش پیدا کرد، که این هم سیاست خطرناکی بود که در پیش گرفته شد. شما ملاحظه می‌فرمایید این هم سیاست هایی هست که همه این سیاست ها از یک ناسازگاری داخلی رنج میبره. تک تک این سیاست ها میتونه وضع رو بدتر کنه، و اگر قرار هست چنین سیاست هایی اجرا بشه، چه بهتر که به دست نامری بازار بسپریم و کاری انجام ندیم. در مورد دولت میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. اگر قرار هست که این سیاست ها ادامه پیدا کنه، بهتر است که اصلا ادامه ندیم. اما چه سیاستی رو میتونیم ادامه بدیم که سوال قبلی شما بود؟ سیاستی رو که ما میتونیم در واقع در پیش بگیریم و ادامه بدیم، سیاست انبساطی بودجه است یا سیاست انبساطی مالی است.
در این سیاست ما در واقع درآمدهای مالیاتی به مقدار در واقع نرخ‌های مالیاتی رو کاهش میدیم، یک مقداری سعی میکنیم به اقتصاد کمک کنیم، به بخش تولید کمک کنیم و سعی میکنیم حتی بودجه رو رشد بدیم، گسترش بدیم، بودجه عمرانی رو تخصیص بدیم. خب از کجا ما این رو تأمین کنیم؟ ما منابع درآمدی نداریم که تأمین کنیم. از محل استقراض معمولا تأمین میشه، اوراق بدهی منتشر میشه و اوراق بدهی تا کجا میشود منتشر کرد؟ تا وقتی که نرخ بهره واقعی صفر بشود میشود اوراق بدهی رو به راحتی منتشر کرد. وقتی که نرخ بهره واقعی به بالاتر از صفر، در واقع بالاتر از صفر برسه، اون وقت باید مواظب باشیم که نرخ بهره واقعی ما بالاتر از نرخ رشد اقتصادی نشود. حتی اگر بشود هم مسئله اینجاست که تفاوت نرخ بهره واقعی و نرخ رشد اقتصادی رو در نهایت مجبور از پای پولی تامین کنیم. حالا منظور ما از نرخ بهره واقعی چیست؟ این یک موزلی هست که ما در اقتصاد ایران داریم که آشنایی کافی با این مفاهیم وجود نداره. اساتید بزرگی هستند، در دانشگاه‌های خیلی معتبری درس خوندن، ولی این مفاهیم ساده ابتدایی اقتصادی رو شاید ندونن، چون رشته لیسانسشون احتمالاً اقتصاد نبوده و خودشون هم شاید بنزه کافی مداقه نکردن در این قضیه. ببینید، نرخ بهره واقعی در واقع هست نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم. نرخ بهره واقعی ما در ابتدای سال 97، در انتهای میانه سال 96 نرخ تورم ما بود حدود 8%. نرخ بهره مثلا سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌ها رو اگر در نظر بگیریم چیزی بود حدود 18%. در واقع نرخ سود واقعی سپرده‌ها در واقع بوده 10%. چگونه؟ در واقع 18% ما منهای 8% می‌کردیم، می‌رسیدیم به 10% نرخ بهره واقعی. اما در امسال الان نرخ تورم ما، نرخ تورم انتظاری ما یک چیزی بین 40-50% است و من باید یک تصحیح بکنم در نرخ بهره واقعی ما تورم انتظاری یا تورم آینده رو در نظر میگیریم، نه تورم گذشته رو. پرداشت ما الان این هست که نرخ تورم ما، نرخ تورم انتظاری ما در ماه‌های آینده یه چیزی بین 40-50% خواهد بود. پیش بینی ما از نرخ تورم یه چیزی حدود 40-50% خواهد بود. این برداشت جامعه هست. خب ما اگر مثلا نرخ رو بگیریم 50%، حالا نرخ اوراق رو بگیریم 15%، تفاوت این در واقع سودی هست که دولت روی بدهی خودش میپردازد. دولت روی بدهی خود داره نرخ بهره منفی میپردازد، منهای 35% نرخ بهره میپردازد. منهای 35% شوخی نیست. یعنی اگر دولت از این منبع استفاده میکرد، میتوانست بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور رو حل کند. حالا مشکل کجاست؟ مشکل این است که اصلا دولت با این تحلیل هایی که من خدمتتون عرض میکنم ظاهرا آشنا نیست. لااقل برخی از مسئولان اقتصادی کشور مطلقا آشنا نیستن با این سیاست ها، با این تحلیل ها و یک نوع توهم پولی دارند. یعنی 15% رو احساس میکنن که اون 15% هر سال به بدهی ها اضافه میشه. نمیبینن که ما در واقع مبلغ در واقع ناخالص بدهی رو که نباید بسنجیم، که ما باید نسبت تولید ناخالص ملی بسنجیم. مثل این میمونه که من وارد یک کسب و کاری بشم و 1 میلیارد تومان بدهی بالا بیارم، پدر من بیاد به من بگه که وای مثلا 1 میلیارد تومان چه مصیبتی، 1 میلیارد تومان شما بدهی به بار آوردی. این بستگی داره که من چقدر تونستم درآمد ایجاد کنم. اگر من 1 میلیارد تومان بدهی دریافت کردم و این 1 میلیارد تومان 500 میلیون تومان درآمد ایجاد کرده، خب من ضرر خواهم کرد، این واقعا مصیبتی برای من خواهد بود. ولی اگر من 1 میلیارد تومان بدهی ایجاد بکنم و درآمد من به جای 1 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان اضافه بشه، این یک تجارت بسیار پرسودی است. در زمینه دولت هم الان در شرایط فعلی این گونه هست. نرخ متاسفانه، من واقعا با تمام تاسف این عرض می‌کنم خدمت شما، در ماه‌های گذشته نرخ تأمین سرمایه دولت، تأمین مالی دولت کاهش پیدا کرده. یعنی دولت به اندازه کافی اوراق بدهی چاپ نکرد و در بازار منتشر نکرد. اگر این کارو میکرد از پای پولی لازم نبود استفاده کنه. اگر این روش پیش گرفته میشد، نیازی نبود که تنخواهگردان دولت از 3% تولید ناخالص ملی به 6% افزایش پیدا کنه. تنها دلیلش شما این عدم آشنایی میدونید؟ یعنی تخصص کافی؟ من اگر بخوام با حسن ظن نگاه کنم دلیلش رو عدم آشنایی میدونم، ولی مشخص هست که در طی این در واقع از 1152 که این معضل در واقع نفرین نفت شروع شده تا کنون، این سیاست هایی که در دنیای پیشرفته به کار گرفته شده برای ایجاد زیرساخت ها برای تأمین مالی دولت، در ایران مطلقا حتی یک بار هم آزمون نشده.
و آشنای خوبی در این زمینه وجود نداره. یعنی درست، یعنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی با دیده حتی توطئه، با نظریه توطئه به این در واقع سیاست ها می نگرند. خب من بهترین حالتی که میتونیم بگیم این هست که تصور کنیم که حداقل بخش عمده کارشناسان اقتصادی کشور و سیاستگزاران اقتصادی کشور آشنا نیستن با روش های تأمین مالی در کشورهای پیشرفته. این من نیت خالی نمیشه کرد، ولی برداشت بنده این هست. این سیاست اگر اضافه میخوایم بکنیم به صحبتاتون بفرمایید. من از بعدم من خواستم یه اشاره بکنید به سیاست اخیر دولت برای عرضه دارایی هاش توی بازار سهام که این راه بیش گرفته. خودشون دیروز بود معاون وزیر اقتصاد اعلام کردن که ما اصلا به دنبال پوشش کسی بودجه‌مون نیستیم با این کار، ولی خب چیزی که کارشناسا میگن و مشخصه اینه که قصد دولت اینه که کسری بودجه‌اش رو پوشش بده. حالا اگر از عرض قبلتون چیزی میگه من عذر میخوام واسه صحبتتون پیدم ادامه بدیم و بعد به این سوال بپردازیم. نه خیلی کاملا درسته. یعنی ببینید اینها تک تک نهله ها، تک تک راهکارهایی که برای مبارزه با بحران اندیشیده شده بود ما در این لایو اینستاگرامی مرور کردیم و تنها موردی که موند این بود که حداقل وزارت اقتصاد معتقد به این هست که ما میتوانیم، دولت میتواند از محل فروش سهام و از محل فروش دارایی ها اقدام به پوشش کسری بودجه کند، هرچند ممکنه به صورت رسمی این رو اعلام نکند. و این یک بخشش درست است، یک بخشش کاملا مشکل زا است و امکان پذیر نیست. کجا امکان پذیر نیست؟ تأمین درآمد از محل مولدسازی دارایی های دولت فعلا امکان پذیر نیست. خب این روش یک روشی است که در دنیا استفاده شده ولی در کشور ما نمی شود، به جایی نمی رسد. حالا چرا به جایی نمی رسد؟ دلیلش این هست که ببینید ما کشورهایی که اقدام مولدسازی دارایی دستگاه عریض و طویلی برای این کار دارن، یعنی شما ببینید مثلا این زمینی هست، شما میخواید این زمین رو مثلا پاساژ بسازید با همکاری بخش خصوصی، بعد خب بعدن خب بالاخره این پاساژ درآمد داره، این میشه مولدسازی مثلا دارایی های دولت، این درآمد رو ببرید خرج مثلا نوسازی مدارس کنید. اما خب شما دقت بفهمید ما اصلا دستگاهی رو نداریم که این زمین رو بیاد مثلا و حتی در واقع تمهیدات قانونیشو نیندیشیده این، و اینها کار یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست. ما باید یک دستگاهی رو به وجود بیاریم، یک شرایط رو به وجود بیاریم که در آینده ما بتوانیم از محل مولدسازی دارایی های دولت درآمد داشته باشیم. حتی اگر درآمد هم داشته باشیم از محل مولدسازی دارایی ها، ببینید مولدسازی دارایی ها خودش نیاز به درآمد داره، نیاز به هزینه داره. یعنی شما باید هزینه کنید که دارایی ها رو مولد کنید. بنابراین سالیان سال پس از آغاز مولدسازی درآمد دارایی های دولت، این درآمد حاصل از این مولدسازی وارد بودجه عمومی دولت نخواهد شد، بلکه باید خرج مولدسازی های جدید شود. تا زمانی که ما میتونیم از این محل به عنوان مثال ساختمان های اداری کشور رو بازسازی کنیم و نوسازی کنیم و مدارس رو بازسازی و نوسازی کنیم، پادگان ها رو بازسازی و نوسازی کنیم، صلاح نیست که درآمد حاصل از مولدسازی دارایی ها وارد بودجه عمومی دولت بشه. پس این بخش رو بذاریم کنار. اما بخش دیگر می توانست بسیار مفید باشه. زمانی که ریسک پذیری در اقتصاد وجود داره، به طور مشخص زمانی که بازار سهام داغ هست، یعنی تقاضا برای سهام وجود داره، باید دولت از این شرایط استفاده کنه. به قول معروف میگن پنجره باز شده یا ویندو باز شده. این یک ویندو آف اپورتونیتی یا پنجره فرصت برای دولت بود و دولت باید از این فرصت استفاده میکرد برای هم مدیریت بازار عرضه انجام میداد، عرضه سهام دولتی انجام میداد، هم برای تامین کسری بودجه خود. ولی متاسفانه دولت این کار رو نکرد. دولت با تأخیر بسیار زیاد اقدام کرد، به طوری که از ماه بهمن تا کنون قیمت های سهام بیش از دو برابر شده. خب نباید این اتفاق می افتاد، چون الان ما اگر بخوایم برگردیم به شرایط ماه بهمن، در واقع قیمت ها باید 50% ریزش داشته باشه و 50% ریزش باعث میشه بازار خفه بشه و برای سالها دیگه نشه از این بازار استفاده کرد. متاسفانه دولت تأخیر خیلی زیادی داشت. دلیل تأخیرم به نظر من این بوده که میخواستن از یک روشی تحت عنوان ETF استفاده کنن که هدف از ETF هم چیزی نبوده به جز کنترل مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی.
کاملا کاملا ضد سیاست های اصل 44 هست، کاملا ضد سیاست های در جهت ارتقاء کارایی در اقتصاد هست و متاسفانه خب بالاخره این شد که نه مولد سازی امکان پذیر بود، نه از فرصت بازار سرمایه و فرصت بازار بورس به درستی استفاده شد. وقتی که پنجره بازار بورس هم بسته بشه که شرایط کنونی به نظر میرسه که دیر یا زود این اتفاق بیفته، تنها راهی که در اختیار دولت قرار میگیره انتشار اوراق است. چه خوب بود که دولت در زمانی که بازار بورس فعال بود اقدام به انتشار اوراق میکرد و بازار اوراق رو و بازار بدهی دولت رو تعمیق میبخشید، ولی خب متاسفانه اون اتفاق هم نیفتاده. این هست که ما خودخواسته متاسفانه وارد شرایط خیلی سختی داریم در اقتصاد میشویم. من در خدمتتون هستم. خیلی استقبال زیادی هم مثل که از این عرضه ETF ها نشده. دیروز یه گزارش ما توی اقتصادنامه کار کردیم که با رقمی که اعلام کردن حدود 2000 میلیارد تا الان از اون 17000 میلیاردی که تعیین کردن فروش رفته، پذیره‌نویسی انجام شده براش که 12% میشه و یه چیزی، چون بازار همونطور که خب شما خیلی بهتر میدونین ظرفیت اینو داره، مثلا توی 60 توی 3 ساعت اون مبلغ خیلی زیادی تامین مالی شد، ولی استقبال زیادی هم مردم نکردن از این ETF ها. دلیلش رو شما چی میدونید؟ ببینید خب مردم آشنا نبودند، علامت سوال وجود داشت، دولت نتوانست افکار عمومی رو قانع کنه، سیاست شکست خورد خیلی راحت. دولت باید کارشناسان اقتصادی رو قانع میکرد، ولی برخوردی که دولت در پیش گرفت در مقابل کارشناسان اقتصادی برخورد تحکم‌آمیز بود که ما اینو میگیم شما باید طبعاً. یعنی بالاخره دیر یا زود بالاخره این اجرا خواهد شد و نظرات افراد تأثیری نخواهد داشت، نظرات کارشناسان تأثیری در اصلاح روند نخواهد داشت. خب این چنین هست که وقتی کارشناسان اقتصادی قانع نشدند، طبیعی است که مردم عادی هم قانع نخواهند شد و من بعید میدونم که این سیاست با موفقیت پیش بره، خیلی بعید میدونم. ولی ای کاش همین سهامای پتروشیمی رو زمانی که تقاضای بسیار زیادی برای این سهام وجود داشت، ای کاش اینها عرضه میشد، ای کاش قیمت 60 اینقدر ارزونتر در بازار عرضه نمیشد، ای کاش مقدار بیشتری در این آی پی او ها و در این عرضه های اولیه مقدار بیشتری سهام در اختیار سهامداران تشنه قرار می گرفت، در اختیار بازار سرمایه که واقعا تشنه بود قرار می گرفت، ای کاش افزایش سرمایه در زمان عرضه اولیه در تمام دنیا که وقتی یه شرکتی بخواد وارد بورس بشه که نمیان به سهامداری قبلی شرکت بگن که آقای محترم شما بیا سهامتو در بورس بفروش. این کاری که ما میکنیم خیلی هم دیکتاتور معاوانه این کارو میکنیم، زور میکنیم، میگیم سهامدار باید بیا سهامشو بفروشه در بورس. خب سهامدارم 5% سهامشو میفروشه، بیشتر که نمیفروشه، 10% سهامشو میفروشه. ولی کاری که در دنیا میکنن این هست که در زمان عرضه اولیه اجازه افزایش سرمایه به شرکت میدن، در واقع سهام رو دایلوت میکنند یا رقیق میکنند و اجازه میدن که این سهام عرضه بشه. اگر این اتفاق میافتاد خیلی خیلی وضعیت بهتری میداشتیم که متاسفانه نداشتیم. درست. این هست که به هر حال من توصیه‌ام این هست که بازم برمیگردیم به اون توصیه سابق که برویم به سمت عملیات بازار باز که متاسفانه به خوبی اجرا نمیشه، معکوس داره اجرا میشه، نرخ سود سپرده رو کاهش میدیم، بعد میگیم که این یکی از نتایج عملیات بازار باز بوده. کدوم نتایج باز عملیات بازار باز؟ ما که عملیات بازار باز داشتیم سود بله کاهش پیدا کرده به حدود 11-12% فکر کنم رسیده و بانک مرکزی هم هفته اعلام میکنه که ما اصلا سفارشی نمیگیریم از بانک ها، نقدینگی کفایت میکنه و انگار اصلا عملیات بازار باز هیچ فایده و هیچ کاربردی نداره در اقتصاد. ببین عملیات بازار باز اگر انجام میشد الان باید نرخ سود افزایش پیدا میکرد، باید یک سیاستگزار مستقل پولی شکل میگیره، یک هیئت سیاستگزار مستقل پولی شکل میگیره. اگر واقعا سردمداران کشور، مسئولان اقتصادی، مسئولان بانک مرکزی اعتمادی به کارشناسان اقتصادی داخلی ندارن، من واقعا توصیه میکنم که از خارج کارشناس دعوت کنن. مگر ما برای تیم فوتبالمون از خارج نمیایم آقای کیروش رو میاریم که بالاخره تحول ایجاد کنه؟ خب اعتماد به کارشناسان داخلی وجود نداره. من به نظر من بالاخره ما باید به یک نحوی این علم و انتقال بدیم به کشور و با به این صورت بالاخره ببینید به این صورت ادامه پیدا نخواهد کرد، مشکلات خیلی شدید خواهد شد. یعنی شما نمیتونید سیاست رو معکوس برید،
حداقل این است که کاری انجام نشه، نه اینکه نرخ سود سپرده کاهش پیدا کنه، نه اینکه در عملیات بازار باز ادعایی به جای اینکه نرخ بهره افزایش پیدا کنه سعی کنن نرخ بهره رو کاهش بدن، به جای اینکه اوراق به فروش برسه اوراق خریداری بشه از سوی بانک مرکزی، بعد بگن موفق نبود نتونستیم اوراقی بخریم. بعد فرمودید خب اینها خیلی خیلی مشکل زاست، این سیاست ها رو معکوس. من توصیه اکید دارم به مسئولین اقتصادی کشور و امیدوارم که کسانی که این لایو رو ملاحظه می‌فرمایند شاید یک به یک نفع این پیام رو انتقال بدن که ما باید بریم به سمت انتشار گسترده اوراق، ما باید بریم به سمت تخصیص کامل بودجه عمرانی، ما باید دست برداریم از اینکه اوراق رو زور شکون کنیم به پیمانکاران. این در واقع بازار پیمانکاری کشور رو کاملا دچار اختشاش کرد. ما باید یعنی در واقع الان ما شرکت‌های بسیار موفق پیمانکاری در ایران داشتیم که در چند سال گذشته به سمت ورشکستگی رفتند. باید این سیاست ها متوقف بشه، اقدام کنیم به انتشار اوراق در کوتاه مدت و از محل اوراق عرضه در واقع بودجه عمرانی رو تخصیص بدیم، سعی کنیم نرخ رشد اقتصادیمون افزایش پیدا کنه. و علاوه بر اینها فقط نکته آخر من خدمت شما بگم و اگر اجازه میفرمایید متوقف کنیم این لایو اینستاگرامی رو، نکته آخر این هست که بدون سیاست های طرف عرضه اقتصاد ما پیشرفت نخواهد کرد. اگر ما میخوایم سیاست گذاری پولی موفق باشه احتیاج به یک ترانزمیشن مکانیزم یا سازوکار انتقال داریم که این پولی که تزریق میشه وارد بخش واقعی اقتصاد بشه. پول وارد بخش واقعی اقتصاد نمیشه چون که اقتصاد خفه شده. ببینید دست دولت روی گلوی اقتصاده. الان ملاحظه بفرمایید سال هاست ما 108 تا کارگزاری داشتیم، حتی به یک تقاضای کارگزاری پاسخ مثبت داده نشده در بورس. سال هاست یک مجوز بیمه داده نشده، سال هاست یک مجوز بانک داده نشده، سال هاست هر فردی در هر شغلی میخواد مجوز بگیره دچار مشکل هست. وزیر علوم ما با افتخار اعلام میکنه میگه که ما به هیچ تقاضای احداث دانشگاه دیگه مجوز نمیدیم، بعدم میگه به خاطر اینکه میخوایم افزایش کیفیت داشته باشیم. سال هاست به جز ایران خودرو سایپا ما خودروساز موفق دیگری نداریم، اجازه ندادیم خودروسازهای جهانی وارد بازار ما بشن. تا وقتی که ما اجازه ندیم اقتصاد نفس بکشه امکان در واقع پیشرفت وجود نداره. 2500 مجوز در کشور داریم، تمام این 2500 مجوز باید مورد بازبینی قرار بگیره و یک روز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. اگر این دولت هم توانایی نداره، دولت‌های آتی در نهایت این مهم رو به سرانجام خواهند رسوند. آقای دکتر یک سوال فقط، چون خیلی ما دایرکت دریافت کردیم روی کامنت ها هم بود قبل از اینکه ببندیم و حیفه که صحبت رو بدون پرداختن به این موضوع تموم کنیم. شما تو صحبتتون من اگه درست متوجه شده باشم گفتین دیر یا زود ممکنه که پنجره بورس بسته بشه، آیا این رو ما یه اخطاری و بدونیم به خاطر اینکه بازار سهام ممکنه ریزش داشته باشه و دیگه این روزا اوجو کنار بذاره؟ بله، بازار سهام روزهای اوج رو کنار خواهد گذاشت، مگر اینکه اجازه آزادسازی حداقل به شرکت‌های بورسی بدهیم. سرکار خان نوبری، ببینید اینکه فولاد مبارکه یا شرکت‌های فولادی ما برن با نصف قیمت محصولات خودشون رو در بورس کالا عرضه کنن و بعد دلال اون رو بگیره دو برابر قیمت بفروشه، این مطمئن باشید بورس رو خفه خواهد کرد. ما اگر اجازه بدیم که این شرکت‌های بورسی به راحتی بتونن در واقع سوداوری داشته باشن و بتونن فعالیت اقتصادی انجام بدن، علی‌رغم تحریم‌ها نه فقط مشکل نخواهیم داشت، بلکه من به جرأت خدمت شما میگم علی‌رغم تحریم، علی‌رغم بحران کرونا، علی‌رغم بحران تورم، اگر اجازه داده بشه که در واقع یک مقداری آزادسازی در اقتصاد کشور به وجود بیاد، هم نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد و هم رشد اقتصادی خواهیم داشت و هم بورسمون رو نجات میدیم. اگر نمیخوایم کل اقتصاد رو اجازه بدیم که آزاد باشه، حداقل شرکت‌های بورسی رو از شمول قیمت‌گذاری آزاد بگذاریم. اگر از شمول قیمت‌گذاری شرکت‌های بورسی رو آزاد بگذاریم، شاید یه چیزی حدود 20-30% به سوددهی شرکت‌های بورسی اضافه بشه و فاندیشن لازم، بنیاد لازم رو برای قیمت‌های فعلی کسب کنند. این به نفع اقتصاد کشور هست، این حتی به نفع اقشار فقیر جامعه هست که در بورس حضور ندارند
ولی اگر این کارو نکنیم ممکنه که در واقع اشتغال خودشون رو از دست بدن، زندگی خودشون رو از دست بدن، درآمد خودشون رو از دست بدن. بنابراین توصیه اکید میکنم که بریم به سمت آزادسازی در اقتصاد. خیلی ممنونم آقای سروندی، من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم. همینجا از شما میخوام یه قولی بگیرم که من میدونم که خیلی مشغله داریم و سرتون شلوغه، اگر فرصت داشتین یه روز ما در دفترمون در خدمتتون باشیم که یه مصاحبه خیلی طولانی تر و جامع‌تر با هم داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و با صبر و تحمل بالاخره امروز علی‌رغم مشکلات فناوری که وجود داشت صبر و تحمل داشتید و امیدوارم در آینده در خدمت شما باشید.